Hi friends, how's everything? سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من مژگان سالی روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز میخواییم لسن 2 یونیت 10 از کتاب فاندامنتال بی رو با هم دیگه بخونیم. اگه سوالی داشتین حتما بر من کامنت بذارید. اگه ویدیوهای ما رو دوست دارین لایک بکنید، ما رو سابسکرایب بکنید و دوستان زنگوله رو هم بزنید. ما یونیت 10 رو از جلسه پیش شروع کردیم، از ویدیو قبلی، و در مورد غذا صحبت کردیم، در مورد vegetables، در مورد fruit، در مورد اسامی قابل شمارش و دو تا جمله پرسشی داشتیم که how many و are there any بود که جفتش برای قابل شمارش ها مورد استفاده قرار میگیره. خب امروز میخواییم lesson 2 unit 10 رو با هم دیگه بخونیم. بذارم بزرگش کنم. Offer and ask for food. Offer یعنی پیشنهاد دادن، ask هم یعنی درخواست کردن، سوال کردن، درخواست کردن برای غذا. Drinks and foods یعنی نوشیدنی ها و غذاها. Non-count nouns یعنی اسامی غیر قابل شمارش. ما اسامی قابل شمارش رو جلسه پیش خوندیم که اونایی که میتونیم بشماریمشون میگیم 1, 2, 3, 4, 5 و الی آخر، که اگه یه دونه باشه ما آرتیکل او ان بهش میدادیم، اگه چند تا هم بود اس جمع میگرفت. و اینجا قراره با اسامی غیر قابل شمارش ما به بررسی اونا بپردازیم. خب اول کلماتو گوش بدید، بعدش در موردش صحبت بکنید. لطفاً گوش بدید. Page 82. Exercise 1. Vocabulary. Drinks and foods. Non-count nouns. Read and listen. Drinks. 1. Water. 2. Coffee. 3. Tea. 4. Juice. 5. Milk. 6. Soda. Foods. 7. Bread. 8. Pasta. 9. Rice. 10. Cheese. 11. Meat. 12. Chicken. 13. Fish. 14. Oil. 15. Butter. 16. Sugar. 17. Salt. 18. Pepper. خب اول درینگ کار رو باشیم. درینگز یعنی نوشیدنی ها، مثل water. Water یعنی آب. کافی قهوه. تی یعنی چای. جوس یعنی آب میوه. حالا اینجا اورنج جوس هست، لیمون جوس، اپل جوس، پاین اپل جوس، کلن میتونه با میوه های دیگه همراه بشه اینجا، ولی خود کلمه جوس یعنی آب میوه. و اینجا مثلا اورنج جوسه یعنی آب پرتقاله. میلک شیر. سودا میشه آب گازدار که اضافه میکنن به هر نوشیدنی تا اون گازدار بشه. الان مثلا به کلا اضافه شده، ولی کلن سودا آب گازدار هستش. اینا نوشیدنی ها هستن که قابل شمارش نیستن. من نمیتونم بگم یه دونه آب، دو تا آب، مگه اینکه ظرفش مد نظرم باشه، که حالا توی صفحه بعد در مورد اون ظرف و اینا صحبت میکنیم که بخوایم قابل شمارشش بکنیم. ولی به طور کلی water، کافی، تی، جوس، میلک، سودا ما نمیتونیم بشماریمشون، پس غیر قابل شمارشن. حالا بیایم در مورد غذاها. foods. bread نون هستش. نون تو انگلیسی غیر قابل شمارشه. حالا برای اون اندازه و ایناش توی صفحه بعد در موردش حرف میزنی، ولی به طور کلی bread غیر قابل شمارشه، یعنی نان. پاستا دیگه، یا اسپاگتی، پاستا، اینا رو غیر قابل شمارشه. رایس
برنج غیر قابل شمار، چیز، پنیر، میت، گوشت، میت، چیکن، مرغ، چیکن. نگاه کنید، چیکن ممکنه که اگه به عنوان یک حیوان در نظرش بگیریم قابل شمارشه. مثلا من there are 10 chicken، مثلا there are 10 chickens یعنی که 10 تا مرغ به عنوان حیوان، ولی به عنوان غذا اینکه بخشی از یک غذا باشن غیر قابل شمارشن. شما مثلا غذا میخورید که نمیتونید بگید که من یه دونه مرغ خوردم، که شما یه بخشی از مرغ رو میخورید دیگه. پس وقتی که به عنوان غذا باشن غیر قابل شمارشن، ولی به عنوان یه حیوان باشن قابل شمارشن. فیش یعنی ماهی. ماهی هم همینطور، اگه به عنوان یک مثلا موجود آبزی در نظرش بگیریم قابل شمارشه، و اگه به عنوان غذا باشه غیر قابل شمارشه. البته اگه به عنوان قابل شمارش هم بخوایم در نظرش بگیریم به عنوان حیوان یا یک موجود آبزی، هم میتونیم فیش رو به صورت فیش استفاده بکنیم، یعنی که بدون که اس جمع داشته باشه همیشه اس جمع بهش اضافه کرد. البته خب برخی معتقدن که وقتی اس جمع به فیش اضافه میکنید منظورش انواع ماهی هاست، ولی به طور کلی توی دیکشنری هم چک بکنید هم نوشته که پلورالش یعنی جمعش میتونه فیش باشه بدون اس جمع، یا فیشز باشه یعنی با اس جمع باشه، ولی به عنوان غذا نه، غیر قابل شمارشه. اویل روغن، بادر کره، شوگر شکر، سالت یعنی نمک، پپر فلفل. خب حالا اینجا گفته که which food from the vocabulary do you like discuss with your classmate، که کدوم یکی از غذاهایی که این غذایی که توی این تصاویر بود و دوست دارید در موردش با همکلاسیتون صحبت بکنید. مثلا گفته I like cheese. Me too، منم همینطور. Cheese is my favorite food. چیز پنیر غذای مورد علاقه منه. ولی مثلا اگه ممکن این جوابش مثلا هم مثبت اینم مثبت، جفتشون مثبتن یعنی یه چیزی دوست دارم، ولی اینجا گفته نه not me، نه من دوست ندارم. I really don't like cheese، من واقعا پنیر دوست ندارم. توی جلسه قبل من گفتم موقعی که در مورد حستون راجع به چیزی صحبت میکنی یا یه غذای یا میوهی سبزیجاتی حیوانی هر چیزی، موقعی که کلمه قابل شمارش باشه مثلا اس جمع داریم، به طور کلی داریم حرف میزنیم. مثلا میگم I like bananas، نمیگم I like a banana یعنی یه دونه موضوع که من دوست ندارم، کلا موز دوست دارم، کلی حرف میزنم. یا I don't like یا I dislike apples، دوباره به صورت کلی. ولی اینجا دیگه غیر قابل شمارشه، دیگه اس جمع اینا دیگه معنی نداره. I like cheese، I don't like cheese، I dislike cheese، I love cheese، I hate cheese، دیگه چون این غیر قابل شمارشه. حالا این قسمت گرامرمونم count nouns and non-count nouns، یعنی اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش. اول count nouns رو ببینید. count nouns name things you can count، یعنی اسامی قابل شمارش و چیزهایی رو به نام میدن که بشه بشماریش. they can be singular or plural، که میتونه هم مفرد باشه هم جمع میتونه باشه. مثلا I want an apple، من یه سیب میخوام. I like bananas، من موز دوست دارم. We have three tomatoes on the shelf، سه تا تو گوجه فرنگی رو قفسه هستش. پس اینجا هم میتونه به صورت مفرد باشه هم میتونه به صورت جمع باشه، اسامی قابل شمارش. Non-count nouns name things you can not count، میگه که اسامی غیر قابل شمارش هم چیزهایی رو بهش میگن که غیبتون نمیتونید شما بشماریدشون. They are not singular or plural، نه مفردن نه جمع هستن. مثلا I don't eat sugar، من شکر نمیخورم، نه او ان گرفته نه اس جمع گرفته، همین شکلی سادش رو میاریم مینویسیم. Rice is good for you، برنج برای شما خوبه. Cheese is my favorite food، پنیر غذای مورد علاقه منه، پس نه جمع نه مفرد. Be careful، میگه دقت کنید.
Use singular verbs with non-count nouns. میگه که برای اسامی غیر قابل شمارش فعلتون باید مفرد باشه. فعل جمع استفاده نمی کنیم. مثلا اینجا گفته rice is good for you. برنج برای شما خوبه. فعلمون چیه؟ is. فعلمون مفرده. Not rice are good for you. چون ما که rice رو نمیتونیم بشماریم که برنج are good for you غلطه. Are غلطه. چون پس اسامی غیر قابل شمارش فعلش هم باید مفرد باشه. Don't use s or aon with non-count nouns. میگه استفاده نکنید s جمع و یا aon و با اسامی غیر قابل شمارش. یعنی من نمیگم a rice an oil نمیگم که، یا نمیگم rices s جمع نداره aon نداره. Water, not a water. یعنی یک آب نمیگم. Not waters. البته یه نکته بهتون بگم. Water یعنی آب. اگه اس جمع بگیری، اگه یک جایی دیدین که اس جمع بگیری، تعجب نکنید. نگین که واو مثلا اگه آب جمع میشه. نه، انواع آب ها، انواع پهنه های آبی رو مثلا اگه اس جمع بگیره به چنین معنی، انواع آب ها یعنی انواع پهنه های آبی به این معنی هستش. ولی به طور کلی آبی که میخوریم و اینا اس جمع نمیگیره. ولی اگه انواع باشه چرا؟ اس میگیره. حالا بریم سراغ صفحه بعد. اینجا گفته که complete the chart، این چارت رو کامل کنید. Be careful، دقت کنید. Make the count noun plurals. میگه که اسامی قابل شمارش رو جمع بسازید، ازش جمع درست کنید. الان بهتون میگم یعنی چی. Then compare with the partner، بعد با پارتنر تو مقایسه کنید. معنیش چی که یعنی جمعش جمع بکنید، اون اسامی قابل شمارش رو به صورت جمع استفاده کنید. همونی که من گفتم، چون اینجا گفته که I eat، I don't eat، I drink، I don't drink. معنیش اینه که اون اسامی که قابل شمارشه، چون من دارم به صورت کلی صحبت میکنم، اون اس جمع رو باید بهش بدیم. همونی که گفتم در مورد احساساته، اینجا هم چون به کلی هستش ما اس جمع میدیم. مثلا اگه اسامی قابل شمارش باشه، اینجا گفته I eat، I don't eat. من میخورم، من نمیخورم. I drink، I don't drink. من مینوشم، من نمینوشم. حالا اینجا شما میتونید هر چیزی باشه. I eat pasta. پاستا که غیر قابل شمارشه که هیچی، ولی اینجا پیز قابل شمارشه، اس جمع داره. یا میگم I eat bananas، I eat apples، I eat tomatoes، چون کلی دارم صحبت میکنم، نمیگم یه دونه. I don't eat، I don't eat bananas، I don't eat pasta، I don't eat rice، I don't eat مثلا meat، I don't eat chicken. ولی اگه قابل شمارش باشه میگم I don't eat bananas، I don't eat apples. ولی ما بقیه غیر قابل شمارش همون حالت سادش رو میاریم. I drink، I drink مثلا چی؟ I drink water، I drink cola، I drink juice، I drink milk. I don't drink مثلا soda، I don't drink مثلا tea. یلا هر چیزی که هست. بیاییم گرامر بعدیمون. نوشته که how much is there any. برای اسامی قابل شمارش ما how many استفاده میکردیم و بعد از how many اسم جمع میگفتیم. How many apples، how many bananas، how many tomatoes are there. ولی برای how much برای اسامی غیر قابل شمارشه. برای اسامی قابل شمارش ما are there any استفاده میکردیم که میگفتیم آیا مثلا are there any apples، آیا هیچ سیبی هست وجود دارد قابل شمارش. ولی برای غیر قابل شمارش میگیم is there any، are there، is there. حالا use how much to ask about non-count nouns. میگه از how much استفاده بکنین برای پرسش در مورد اسامی غیر قابل شمارش. مثلا how much bread does she want. میگه چه مقدار نون اون میخواد. Not، نه اینکه بگین how many bread does she want، نه اینکه بگین how many چند تا مثلا نون، چون نون غیر قابل شمارشه. How much milk is there، چه مقدار شیر وجود دارد یا هست. Not how many milk is there. پس how many استفاده نمی کنی برای اسامی غیر قابل شمارش. Is there any butter، آیا هیچ کره‌ای وجود دارد یا هست. جواب yes there is، no there isn't، or no there isn't any.
Remember که به خاطر داشته باشید. Use how many with plural count nouns. میگه که how many با اسامی قابل شمارش جمع استفاده میکردیم. How many apples are there? چند تا سیب وجود دارد. Not how much apples are there. پس how many برای اسامی قابل شمارش، how much برای غیر قابل شمارش. Are there any برای قابل شمارش، is there any برای غیر قابل شمارش. حالا بیایم اینجا. گفته که containers and quantities. Container منظورش اون ظرف که حاوی یه چیزی هستش و quantity هم یعنی کمیت یه چیزی. خب مثلا یا مقدار یه چیزی، مثلا کانتینر شامل این a box of pasta. اگه بخوام یه چیزی قابل شمارش بکنیم یا باید کوانتیتیشو بگیم، مقدارشو بگیم، کمیتشو بگیم، یا اون ظرفی هستش که توش قرار گرفته رو بگیم. اونجوری ما میتونیم یه چیزی قابل شمارش بکنیم. مثلا پاستا خودش غیر قابل شمارش، نمیشماریمش پاستا رو، ولی اگه بگیم a box of pasta، یه جعبه پاستا، اون موقع قابل شمارشه. Two boxes of pasta، three boxes of pasta. خود پاستا که ثابت میمونه، فقط این قسمت جمع بسته میشه. A box یعنی یه دونه، two boxes دو تا جعبه، three boxes سه تا جعبه. پس اگه ظرف داشته باشه ما میتونیم بشماریم. A loaf of bread یعنی یک قرص نان. این دوباره برده که غیر قابل شمارش تغییر نمیکنه. این اگه بخوایم بیشترش بکنه، این بقیه این بخششه که تغییر میکنه. مثلا two loaves of bread، three loaves of bread. loaf جمعش میشه loaves. خب a bottle of juice. juice که گفتم که غیر قابل شمارشه، یعنی آب میوه. a bottle of juice یعنی یه بطری آب میوه، اون موقع قابل شمارشه. two bottles of juice، three bottles of juice، دو تا مثلا بطری، سه تا بطری. a can of soda، این قوطی ها رو بهش میگن قوطی، مثلا یه قوطی سودا، دو تا مثلا two cans of soda. این جمع بسته میشه، این ثابت باقی میمونه. a bag of onions یعنی یه bag، یعنی مثلا کیسه بگن، یه کیسه سیب پیاز، یه کیسه سیب زمینی، همونه. a bag of onions، two bags of onions. البته خب آنینز قابل شمارش هستش. حالا اینا اوورده که میتونیم استفاده بکنیم، ولی سودا، جوس، برد، پاستا غیر قابل شمارش هست. فقط باید ظرفشون رو در نظر بگیم یا مقدار و کمیتشون رو، اونجوری مثلا بتونیم بشماریمشون. یا مثلا میگم water، water غیر قابل شمارشه، ولی میگم که a glass of water یعنی یه لیوان آب. tea غیر قابل شمارشه، ولی میگم a cup of tea یا a cup of coffee، یک فنجان چای، یک فنجان قهوه، اون موقع قابل شمارش میشه. حالا اینجا گفته که complete each question with how much or how many. میگه که سوالاتو با how much or how many کامل بکنید. لطفاً ویدیو رو پاس بکنید، اینجا کاملش بکنید، بعد با هم دیگه چک میکنیم. خب اولی گفته که loaves of bread do you need. گفتم که loaf، a loaf of bread یعنی یک قرص نان. اینجا loaves اومده جمع بسته شده، پس میشه یعنی داره کمیت اون نونو میگه دیگه، مقدارشو میگه. پس میگیم چی؟ چون اینجا مقدار و کمیت داره، پس قابل شمارش میشه. میشه how many loaves of bread do you need، یعنی چند قرص نان تو لازم داری. ولی اگه فقط برد خالی بود، این loaf of bread، اینا loaf نبود یا loaves نبود، اون موقع نه how much باید استفاده میکردیم. ولی چون اینجا جمع بسته شده اون quantityش، در نتیجه میگیم how many loaves of bread do you need. Bags of potatoes جمع کلمه قابل شمارشه، جمع میشیم how many bags of potatoes do we have، یعنی چند تا گونی مثلا سیب زمینی ما داریم. Cheese is there in the fridge، چیز غیر قابل شمارشه، میشه how much cheese is there in the fridge، یعنی چه مقدار پنیر توی یخچال وجود دارد یا هست. how much cheese. sugar do you want in your tea، شوگر هم غیر قابل شمارشه، میشه how much sugar do you want in your tea، یعنی چه مقدار شکر مثلا برای چایتون میخواین، توی چایتون میخواین بریزید مثلا. حالا اینجا number 5، eggs قابل شمارشه.
پس میشه how many eggs are there for the potato pancakes؟ یعنی چند تا تخم مرغ وجود دارد یا هست برای پنکیک سیب زمینی؟ و cans of tomatoes، این قوطی‌های تومیتو، بعضی قوطی‌های قوطی‌هایی که گوجه فرنگی هست، این قوطی‌های له شده و اینا، این میگن cans of tomatoes. خب چون کنز آورده، خود البته تومیتوز اینجا قوطی گوجه فرنگی، گوجه فرنگی هم خودش قابل شمارشه، اینم که اون ظرفش قابل شمارشه، پس میشه how many cans of tomatoes are there on the shelf، یعنی چند تا قوطی گوجه فرنگی روی قفسه وجود دارد. و آخرین بخش کانورسیشن رو گوش بدید لطفا. page 83. Now you can offer and ask for foods. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. Would you like coffee or tea? I'd like coffee, please. Thanks. And would you like sugar? No, thanks. Please pass the butter. Here you go. خب. حالا کلمه offer و ask هم توی این conversation بیشتر متوجه میشین. میگه would you like coffee or tea? چای قهوه میخواهید یا چای؟ این would you like معنی خواستن میده، معنی want میده. وقتی هم یه چیزی رو میخواییم به یکی پیشنهاد بدید استفاده میشه. حالا برای چیزهای دیگه هم یه ساختار دیگه هم داره، یعنی یک نکته گرامری دیگه هم هستش که حالا به جاش با هم دیگه اونو میخونیم، ولی در اینجا معنی خواستنه. یا یه چیزی رو میخواییم به یکی پیشنهاد بدید، مثلا would you like coffee, would you like tea, would you like مثلا bananas، اینا انگار مثلا داری به یکی پیشنهاد میدی، به یکی میگی مثلا میخواهید. Would you like coffee or tea؟ چای قهوه میخواهید یا تی؟ این همون offer است، پیشنهاد دادن. I'd like coffee, please, thanks. میگه که قهوه میخوام، مرسی، ببخشید، قهوه میخوام لطفاً، مرسی. And would you like sugar؟ شکر میخواهید؟ No, thanks, نه، مرسی. Please pass the butter. لطفاً پس اینجا به معنی بدید، give هستش، یعنی لطفاً اون کره رو بدید. Here you go یعنی بفرمایید، وقتی یه چیزی رو میخواید. Here you go یا there you go، here you are or there you are، همشون یه معنی میده. Here you go or there you go، here you are or there you are. خیلی مؤدبانه وقتی یه چیزی رو میخواید تقدیم یه کسی بکنید. خب حالا اینا که سر میز صبحانن، شما میتونید چیزای دیگه توی میز صبحانه رو انتخاب بکنید، این کانورسیشن رو کامل بکنید. مثلا دونات داره، کیک داره، کافی، شوگر، تی، یا هر چیزی، میتونید کانورسیشنتون رو کامل کنید. یا مثلا گفته غذاها یا درینک های دیگر رو آفر کنید، پیشنهاد بدید. مثلا would you like juice or milk؟ مثلا جوس میخوای یا میلک؟ مثلا I'd like juice please thanks. And would you like مثلا چی بگم؟ مثلا sugar یا would you like cheese؟ No thanks or yes please. مثلا خواهش میخوام. Please pass the butter. Please pass the soda. Please pass the cola. حالا هر چیزی بسته به غذایی هستش که سر میز وجود داره. خیلی خوب، درس امروزمون هم تموم شد. اگه سوالی داشتین حتما برای من کامنت بذارید، اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید، بعد ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. مراقب خودتون باشین. Good luck. Bye bye.